تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن هستیم، خدا با ما صحبت میکنه. هر آیه رو چند دقیقه روان و ساده و فشرده و قطره‌ای آیه به آیه از اول قرآن جلو رفتیم، رسیدیم به جزء 8 سوره انعام و الان آیه 325 رو هم تفسیر کنیم، با هم بشنویم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يريد الله ان يهديه، هر کسی خدا بخواد هدایت کنه، یعنی لیاقت داشته باشه، یشرح صدره للاسلام. چطور در عالم طبیعی هر مادر خودم خواد بچهش بده سینه‌ش هم پر از شیر میکنه، هر کسی خدا میخواد بچهش بده سینه مادرش هم پر از شیر میکنه. هر کس رو خدا بخواد هدایتش کنه، یشرح صدره، صدر یعنی روح، شرح یعنی باز کردن. این گوشتی که قصابا با چاقو این گوشت رو پرپر میکنن، ما میگیم شرحه شرحه، شرح یعنی اینه نازکش میکنن. یشرح صدره یعنی باز میکنیم قلبشو. هر کس رو خدا بخواد هدایتش کنه، روحش رو باز میکنیم، یعنی افق فکر و عقلش رو باز میکنیم. و نتیجه اینه که یه نورانیتی پیدا میکنه. شرح صدر یک موهبت الهی است، یشرح صدره، یا روحش باز میشه. روح تنگ زود گیر میکنه، مثل روده تنگ هسته انار توش گیر میکنه، روح کوچیک هم با یه متلک میبره. یشرح صدره یعنی به پیغمبران گفتن انا لنراک فی ضلاله، سمون حرفی عصبانه نشون گفت لیسه بی ضلاله، نه ممان حرف نیست. الا نراها که فی صفاها، خلی گفت لیسه بی صفاها، نه ممان خلی نیست. نمی گفت خودت خلی، ننت خلی، بابات خلی، جد آبادت خلی، یعنی بالاترین انکه لمجنون، یعنی قطعا تو دیونه جنزده کسی که میخواد. ولذا وقتی خدا به موسی گفت تو رهبر باش، گفت گربناس من رهبر باشم، رب اشرح لی صدری، روح بزرگ به من بده. از خدا روح بزرگ خواست. اولین دعای موسی بود که خدا روح بزرگ به من بده. البته موسی خواست، ولی پیغمبر اسلام نخواسته خدا روح بزرگش داد. علم نشرح لک صدرک، یعنی موسی روح بزرگ خواست خدا بهش داد، پیغمبر ما نخواسته خدا روح بزرگ بهش داد. حالا قرآن میفرماد که فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. امام رضا علیه السلام فرمود نشانه سید صدر اینه که انسان تسلیم خدا باشه، اطمینان به او داشته باشه، دلگرم به وعده‌هاش باشه. نشانه ضیق صدر هم تردید و استرابه. افرادی میخوان پول بدن به فقیر، میگن بابا خدا کریمه بده، فردا خودم نداری خدا بد میده. افرادی هستن تا میخوان پول بدن نده، پیری داری، کوری داری، برای خودت ذخیره کن، بدی کم میشه. تا میخواد یه پولی بده بابا کم میشه، بگذار بره فلان زمان، دختر تنوز جهاز نداره، پسر تنوز دوماد شده، چراغی که بخونه رواست به مسجد حرامه، تو هزار تو مشکل داری. تا میخواد پول بده هی از شیطانو یعدکم الفقر، هی میگه در آینده پیری داری کوری داری. اما افرادی که سعی سعد داره ابلفز تا آب اومد بخوره، دید که دیگران تشنه در آبم نخورد، نگفت چرا که بخونه رواست به مسجد حرامه. این آیه 325 سوره انعام میگه هر کس خدا بخواهد هدایتش کنن، و من یرد ان یهدیه، روح باز بهش میده، حق میپذیره، حق پذیره، لجوج نیست، تسلیمه. و من یرد ان یضله، اما کسانی که خدا میخواد اینها منحرف بشن، یعنی به خاطر فسادشون، خدا نمیخواد هیچ که منحرف بشه، منتها این خودشو از مدار بیرون انداخته، مثل آب دریا شله، این توپ درش بسته چیزش تو توپ نمیره،
این خودشو قلف کرده. اما کسانی که خودشون به اینجا رسن که دیگه از گردونه خارج شدن، یجعل صدره ضیقا، روح او تنگه، هر دن که انما یستعد و استما، انگار تو آسمون میخواد بره بالا و به نفس میفته. این خودش از معجزات علمیه. اون زمان که هلیکوپتر هواپیما نبود که، آپولو نبود که، ولی خداوند گفت معلوم شد تنفس در آسمونا به خاطر نبود اکسیژن اینها که اگر بره بالا به تنگستی نمیفته. میگه اونی که خدا میخواد هدایتش کنه روح باز بشوده، راحت حق منتظره. اونی که خدا میخواد از گردونه به خاطر اعمالش از گردونه خارج شده، روحش تنگ، اگر تو آسمون میخواد نفس بشه نه به هنوهن میفته، جون میکنه. کذالکه یجعل الله الرست علی الذین لا یؤمنون، این معلوم شد زیغ سر یا رست پلیدیه خداوند بر افرادی که ایمان ندارن این رقمی، این چنین خدا پلیدی رو بر کسانی که ایمان نمیارن قرار میده. خب یعنی کسی که به حق ایمان نیاره به تدریج آلوده میشه. کذالکه از ال راست، بی‌حوصلگی، کم ظرفیتی، رتسه، لج کردن، رتسه. خیلی افراد در ظاهر خونه های مختلف، ماشین های مختلف، پول مختلف در رفاهن، یعنی به ظاهر خود رو در گشایش و آرامش میبینن، ولی در واقع گرفتار تنگنا و فشارن. افرادی هستن زندگی بسیار مرفعی دارن، درآمد سرشار، امکانات سرشار، اما روحش تنگه. یعنی وقتی زجر میشه، خواب راحت نداره، میگه چرا او بهتر داره، چرا من مثل اون نیستم. عوض که بگه دیگران فقیرن من از او کمک کنم، هی میخواد به او برسه، یعنی هی هرس میزنه. در زندگی مرفعه اما تو جهنمه. قرآن یه آیه داریم که بعضی هایی که میخواییم بسوزونمشون پولشو میدهیم، یه هی میخواد پولش زیاد کنه، هی میگه چرا اون تو خیابون رو میگه این ماشینش از ما بهتره، این مدل ماشین چنینه، رد میشه یه ماشین دیگه. این دو دائما پشت فرمون، اولی یاد خدا و یاد وظیفه و یاد مسئولیت و یاد آیندهش بشه، هی تو خیابون که میره هر ماشین میدن مقایسه میکنه با ماشین خودش، اون چنده، این چنده، زمین کجا چند شد، سکه چند شد، دلار چند شد، یعنی همش تو خودش داره میسوزه. اینها عذاب خداست. افراد ممکنه در رفاه باشن، افراد رو گونه نشستن به قدر راحت زندگی میکنن، و افراد رو قالی ابرشم میدرسن به قدر تو خودشون دارن میجوشن. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد روح بزرگ به ما بده، حق را بپذیریم، بفهمیم، لجبازی نکنیم، اون چه داریم به دیگران ببخشیم، هدیه کنیم، علممون رو به دیگران. آدم هست اگر یه شعر داره به رفیقش نمیده، یه کارته داره مثلا، یه عکس داره، یه خودکار داره، ولی آدم هم هست که نه، مثلا امام صادق باغ داشت، وقتی وقت میوه شد، میوه میشد، مثلا باغش رو سوراخ میکرد و وسط باغش یه جای میگفت با فرکی میاد برای تو باغ میوه بخوره. آدم هم هست که اگر شاخه درخت میوهش به خونه همسایا رفته، خونه همسایا و میوه خورده، میگه من راضی نیستم، از شاخه که اومده تو کوچه تو چرا خوردی؟ افراد تنگ نظر، افراد باز. و خدا هم همینطوره. روایت داریم که آدم هایی که تو دنیا با مردم تنگ عمل میکنن، خدا هم روز قیامت حسابشون رو سخت میگیره. یخافون از سوء الحساب، حسابا شدید و سخت باشون. افرادی که در دنیا با مردم با سعی صدر رو خوب حال خورد بخوره، قرآن میگه اگر طلبگار نداره فنظرتن للا میسره، سب کن تو پول دار شد برای چی آن زندانش میکنی؟ تو که وضعت خوبه، حالا این نگیرزش. نه خیلی حق نمنه، میلیاردر است، سرمایه داره، اما به خاطر یه پول جزئی یه مؤمن رو زندانش میکنه، آبروش بالو فامیل بستگان تو بازار خیابون میریزه. افرادی که دنیا با مردم سخت میگیرن، خدا روز قیامت با اینها سخت میگیره. افرادی که دنیا با مردم باز رفتار میکنن، خدا روز قیامت حسابشون آسان میگیره. خدای به ما سعی صد بده، ما رو اهل سخاوت، روح بزرگ قرار بده. از این آیه هم بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.